سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر. حجت هستم. امروز قراره دو تا ابزار و پلتفرم خیلی کاربردی برای تقویت مهارت لیسنینگ توی آزمون‌های آیلتس یا تافل رو معرفی کنم. هر دو تا ابزار واسه تمام آزمون‌ها جواب میده، هیچ فرقی نمی‌کنه. بنابراین تا آخر این ویدیو رو حتما ببینید و ببینید که با چه روشی این دو تا پلتفرم رو استفاده بکنید. یه چیزی اول در مورد آزمون‌ها بگم. ببینید توی آزمون‌ها چند بخش تقسیم میشه قسمت لیسنینگش. یه قسمتش تقریبا بحث‌های محاوره‌ایه، یعنی بحث‌های خیلی معمولی که صحبت‌های خیلی معمولی و کانورسیشن‌های خیلی معمولی که افراد با هم دیگه دارن رو پخش می‌کنن واسه شما و شما باید سوالش رو بزنید. اینو واسه این می‌ذارن توی آزمون که بفهمن آقا شما می‌تونی آیا خودتو وقتی توی محیط انگلیسی ببینی بفهمی که مردم چی میگن یا نه. پس این قسمت اولشه معمولا که حالا میگن در مورد یه سری چیزهای محاوره‌ای روزانه واسه تون یه سری سوال طرح میکنن و شما باید اون سوالها رو جواب بدید. یکم میاد بالاتر، قسمت‌های مختلف‌تری داره و اما قسمت مهمش مربوط میشه به قسمت آکادمیک. یعنی مثلا یه متن علمی رو واسه شما میخونن توی آزمون و شما باید بفهمی که داره چی میگه. بنابراین این خیلی مهمه که شما از یک ابزاری استفاده بکنی که این ابزار به شما کمک بکنه دقیقا آماده باشین واسه آزمون. ببینید پادکست های بسیار متفاوتی وجود داره، اما دو تا پادکستی که الان میخوام معرفی کنم بسیار کاربردی و کامله و شما اگر تا آخر آزمون ها، یعنی قبل از اینکه میخواین آماده بشین واسه تست های واقعی آزمون، به این دو تا پادکست و این دو تا پلتفرم خوب گوش بدید و با همینا هر روز برید جلو، بسیار بسیار به درتون میخوره و مطمئنن لیسنینگتون رو تقویت میکنه. یه بحثی که هست بحث استمرار تو یادگیریه. ببینید میگم زبان اینجوریه که شما باید هر روز باهاش سرکار داشته باشی و محیط اطرافتون کاملا زبان باشه، زبان انگلیسی. اینجوریه که شما رشد پیدا میکنید. زبان اینجوری نیست که مثلا بگی یه روز من 20 ساعت میخونم اوکی تا یه هفته دیگه نخونم. نه، شما روزی 3 ساعت، روزی 4 ساعت بخونی خیلی بهتره که از یه روز خیلی فشارشو بیشتر کنی. بنابراین زبان به صورت آهسته و پیوسته میری جلو و به خودتون یه بازه بدید. مثلا بگید من تو بازه 3 ماهه قراره به این ایدئال برسم. مثلا 6 ماه دیگه قراره آزمون بدم، تو بازه 3 ماهه به این ایدئال میرسم که آره مثلا زبان من 1 پله 2 پله 3 پله اومده بالاتر. باید فشار بیاری، نمیگم خیلی خیلی آهسته باشه، نه باید فشار بیاری، باید محیطتون کلن انگلیسی باشه تا اینکه شما رو ارتقا بده و بتونید سطح دانشتون بیاد بالا. اولین پادکستی که میخوام معرفی کنم پادکست تد تاک هستش که حالا اینو به صورت کامل نشون میدم. پادکست تد تاک یک پادکست بسیار فوق‌العاده است که در موضوعات متنوع میاد و ویدیو میذاره، ویدیوهای روز دنیا که به صورت کنفرانسی در حال برگزاری هستن، افراد مختلف میان در مورد موضوعات متفاوت صحبت میکنن. خوبیه اپلیکیشن تد تاک چیه؟ خوبیش اینه که موضوعاتش بسیار متنوع و دو اینکه در طول کنفرانس هم طرف به صورت معمولی صحبت میکنه و هم از کلمات آکادمیک استفاده میکنه. بنابراین شما وقتی که به تد تاک گوش میدیم به صورت خود به خود انگار توی محیط واقعی قرار گرفتیم. یه چیزی هم در مورد استفاده از نرم افزار تد تاک، وقتی که خود نرم افزار نشون بدم بهتون خواهم گفت، حتما حتما دقت بکنید که قرار نیست شما تک تک کلمات رو بفهمید. لیسنینگ اینجوریه که شما گوش میکنی بهش، میگم محیط اطرافتون کاملا انگلیسیه، گوش میکنی انگلیسی، شاید اول 30% رو بفهمید، اوکی میری جلوتر، یک ماه طول میکشه، این 30% میشه 40% رو میفهمی، میرسه به یه نقطه، از اون نقطه به بعد یهویی میفهمی، یعنی یهویی هر چی که مثلا این اطراف هست حتی اونایی که معنیشو نمیدونی هم میفهمی داره طرف چی میگه. خب ولی شاید معنیشو ندونی اما میفهمی داره چی میگه. اینم دقیقاً تو خارجم همین، وقتی میای حتی خارجم همینه. شما فکر نکنین اوکی من آزمون رو خوب بدم دیگه وقتی برم خارجش مشکلی ندارم، نه، وقتی میای اینجا تازه دنیا کلا متفاوته. یعنی میبینید که اون لیسنینگی که توی محاوره اینجا به کار میبرن کلا یه چیز جدا از اون چیزی که شما امتحانشو دادید. خیلی وقتا خیلی کسا با آزمون‌های، یعنی با نمره بالای لیسنینگ توی آزمون بازم اومده اینجا مشکل داشته. نه اگه مشکل داشته باشه، اونم به هر حال یه بازشو ببره جلو اوکی میشه، یه ماه دو ماه بگذره گوشش عادت میکنه. منظورم چیه؟ منظورم اینه که گوشتون باید عادت بکنه.
برامانی اولش اگه نمیفهمید، اولش اگه 10% میفهمید، اولش اگه 5 تا کلمه میفهمید، فکر نکنید که دیگه هیچی نخواهید فهمید. نه، یک بازه به خودتون بدید، یک سر استمرار، استمرار یک سر گوش بدید در مورد این نرم‌افزار تک تاک و ویدیوهای مختلفش تا آخر گوشتون عادت میکنه. میگم به یه نقطه میرسید که از اون نقطه بعد دیگه کلا همه چی رو میفهمید. پس تا اون نقطه که با اون نقطه باید برسید واسه آزمون، باید استمرار داشته باشید. اولین پس شد تک تاک که حالا ویدیوشو نشون میدم. دومین هست یوتیوب. یوتیوب بسیار جامع و بسیار کامل هستش. شما هر موضوعی رو که بخواید میتونید توی یوتیوب سرچ کنید. مثلا بزنید نمیدونم در مورد داکیومنتری راجع به تاریخ، یعنی مستند در مورد تاریخ، داکیومنتری راجع به غذا، هر چیز راجع به سلامتی، هر موضوعی که شما بخواید توی یوتیوب هست. و خوبی یوتیوب چیه؟ این که سابتایتل داره، یعنی شما میرید اونجا و میزنید سابتایتل، قسمت زیرنویسش رو فعال میکنید و به صورت زیرنویس واسه شما میاد. یه چیزی هم بگم که هم واسه تد تاک به درد میخوره و هم واسه یوتیوب. ویدیو رو که گوش میکنید واسه یه ماه دو ماه اول اگه خیلی مبتدی هستید، با زیرنویس گوش کنید. یعنی چی؟ یعنی دفعه اول ویدیو جلوتونه، زیرنویس هم جلوتونه، یعنی ویدیو رو دارید میبینید و زیرنویسش رو دارید میخونید. من میگم هر ویدیو رو دو بار گوش بدید. یعنی چی؟ یعنی دفعه اول ویدیو هست، سابتایتل هم هست. ویدیو رو که دارید میبینید سابتایتل رو هم میخونید. خب دفعه دوم که میخواییم ویدیو رو ببینید، سابتایتل رو خاموش میکنید، فقط و فقط گوش میدید به خود ویدیو. اصلا مهم نیست که کلماتش رو میفهمید یا نه. این کار واسه مبتدی هست، یعنی یه ماه دو ماه هم. اما اگه سطح زبان توی سطح خوبی هست، قرار نیست سابتایتل رو گوش کنید، کاملا معکوس کار میکنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه اول شما ویدیو پخش میشه بدون سابتایتل، دفعه اول گوش میدی، دفعه دوم هم میتونی گوش بدی بفهمی چقدر کلمات بیشتری رو میفهمی، و دفعه سوم ویدیو رو گوش میدی با سابتایتل که ببینی چه کلماتی گم شده هست تو ذهنت، و وقتی سابتایتل رو میبینی میگی آره من اونو فهمیدم. اما یک ماه دو ماه اول اگه مبتدی هستی با اون سبک، ولی اگر توی سطح آمادگی نسبی هستید، پیشنهاد من اینه که ویدیو رو بدون سابتایتل ببینید. چون توی آزمونم این اتفاق میفته، توی آزمون کسی نیست با شما صحبت کنه که بتونی لبخونی بکنی. یه ویدیوی یه صدایی داره پخش میشه، هدفون گذاشتین رو گوشتون و قراره اونو بفهمی. بنابراین چیزی که مهمه اینه که بدون سابتایتل، بدون لبخونی، بدون هیچ چیزی هستش. پس باید گوشتون عادت بکنه. یه بحثی هم که تو یادگیری زبان هست اینه که هیچ وقت از ساده شروع نکنید به سخت. این یه روش کاملا غلطه. فکر نکنین اول چیزای آسون رو یاد بگیرید بعد پله پله برید چیزای سخت رو یاد بگیرید، این روش خیلی خفنیه. اصلا این روش غلطه. توی دنیای واقعی هیچ وقت این اتفاق نمیفته که کلمات آسون رو اول به شما بگم بعد کلمات سخت رو. شما یک دفعه باید خودتون رو بندازین توی دنیایی که پر از کلمات آسون و سخته. کلمات آسون کلمات شما میفهمید، کلمات سخت کلمات شما نفهمیدید، و اون کلمات سخت میتونه یه روزی کلمات آسون باشه. بنابراین اینو از تو گوشتون، این پنبه رو تو گوشتون در بیارید که از آسون شروع کنید به سخت یاد گرفتن. بهترین راه و سریع ترین راه زبان یاد گرفتن اینه که همون اول در سطح بسیار بالا و استانداردی خودتون رو قرار بدید و آسون و سخت رو با هم دیگه یاد بگیرید. چون گوشتون باید عادت کنه، چون باید تو دنیای واقعی خودتون رو تصور بکنید. بریم با هم دیگه ببینیم این تد تاک چجوری کار میکنه و چجور اپلیکیشنی هستش. این نرم افزار و پادکست تد تاک رو وقتی دانلود کردین حتما با این لوگو رو داشته باشه دقت بکنید. و بعد از اینکه دانلودش کردین و وارد خود تد تاک میشین، میبینین که در مورد موضوعات بسیار متنوعی ویدیوهای مختلفی رو داره. ویدیوها همه آپدیت شده هستن، اما ویدیوهای قدیمی هم وجود دارن. بنابراین این نگرانی واسه تون پیش نمیاد که حالا این تد تاک در مورد چیزهای قدیمی صحبت میکنی یا جدید. به روزترین ها رو داره، قدیمی ها رو هم داره. خوبیش که بهتون گفتم اینی که هم به صورت محاوره‌ای صحبت میشه داخلش و هم به صورت آکادمیک و بسیار مناسب هستش برای محیط آزمون‌های آکادمیک مثل آیلتس و تافل. همینجوری که می‌بینید شما میتونید اینجا قسمت سابتایتل رو فعال بکنید و تو اون قسمت
میتونید ببینید زیرنویس مختلف و اون چیزایی که میگن دقیقاً ببینید. خوبیش اینه که کیفیت بسیار بالایی را هم داره و تمام ویدیوهایی که اینجا میذارن با کیفیت بالاترین کیفیت هست و موضوعات میگم بسیار مختلفی رو داره. حتما گوشتون رو عادت بدید به موضوعات مختلف، روی یک موضوع تمرکز نکنید. شاید یه موضوع خوشتون میاد هی بخوام ویدیو راجع به اون ببینید، نه این خوب نیست. ویدیوهای مختلف رو چک بکنید و مطمئن باشید که جواب میده. تد تاک قوی ترین پادکست از دید من و هر روز، روزی نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت، هر چقدر میتونید حتما اینو ببینید. تو وقتای فریتون، وقتای آزادتون، هر موقعی که وقت کردین یه هنسفری تو گوشتون باشه و به تد تاک گوش بکنید. خب بچه ها، این بود قسمتی از در واقع این اپلیکیشن تد تاک. یوتیوب هم که همتون دسترسی دارید، میدونید چی جوریه، مثل همینه، هیچ فرقی نمی‌کنه. بنابراین ویدیوهاتون نره، ویدیوها رو حتما دوبار می‌بینید، اول با سابتایتل بعد بدون سابتایتل اگر مبتدی هستید. اگر مبتدی نیستید کاملا برعکس عمل می‌کنید، سابتایتل کلا تعطیله، هیچ چیز رو هم به فارسی برنمی‌گردونید، هیچ وقت هیچ چیز رو به فارسی برنمی‌گردونید، همش انگلیسی به انگلیسی. اگر کلمه ای رو بلد نیستی داخل سابتایتل، چه خوب، برین کلمه رو پیدا کنی، مترادفش رو پیدا کنی، مترادف به انگلیسی، دیسکریپشن و تعریفش رو هم به انگلیسی، هیچ چیزی رو به فارسی بر نگیرین، این غلط محضه، همه چیز باید انگلیسی باشه. خب بچه ها خیلی ممنونم، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و این ویدیو واسهتون مفید باشه. حتما کانال رو سابسکرایب بکنید و بقیه ویدیوهای داخل کانال در مورد زندگی آمریکا و فرایند مهاجرت رو حتما ببینید. خیلی ممنون و وقتتون بخیر.